دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. به کانال یوتیوب خودتون خوش اومدید. سال نوتون پیشا پیش مبارک. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو در پیش رو داشته باشید، که قطعا اگر این ویدیو رو میخواید ببینید یعنی سال خوبی رو خواهید داشت، چون توی این ویدیو قراره بهتون 15 تا نکته رو یادآوری کنم صرفا، که چه خوبه که اینها رو در زندگیتون اعمال کنید تا انشالله سال بهتری رو داشته باشید. نکاتی که میخوام توی این ویدیو بگم مطمئنم همتون میدونید، ولی همه ما به یادآوری نیاز داریم، چون سال جدید که میشه ما انقدر درگیر خونه تکونی، خرید لباس، عید دیدنی، فلان اینا میشیم که یادمون میره که هدف از سال جدید، هدف از ورود به یک سال جدید یک تغییر بزرگ هست. اما اون تغییر رو توی خونه تکونی و خرید لباس متاسفانه میبینیم، در حالی که تغییر اصلی درون ما باید ایجاد بشه عزیزان من. و چه خوبه که ما هر سال با خودمون عملا تجدید بیعت بکنیم و یه سری اهداف جدید، یه سری عادتهای خوب رو در خودمون پرورش بدیم. پس بریم که این ویدیو رو شروع کنیم. خداوند پیامبر میگه فذکر انما انت مذکر. وظیفه پیغمبری تو صرفا یادآوری کردن یا تذکر دادن به مردمه. پس اینجا ما میتونیم اهمیت یادآوری کردن و تذکر دادن رو ببینیم. پس این ویدیو صرفا برای این هستش که شما بهتون یه سری مسائل یادآوری بشه. نکته اولی که دوست دارم بهتون یادآوری کنم اینه که برای اینکه شما بتونید یک شروع بهتری داشته باشید توی سال جدید و یک زندگی بهتری داشته باشید و زندگیتون رو یه لول، یه سطح بیارید بالاتر، این هستش که آدمهایی که اطرافتون هستن رو فیلتر کنید. قطعا این جمله رو شنیدید که هر فرد معدل 5 تا دوست صمیمی هستش که همیشه باهاشون مهاجرت میکنه، و اگر این دوستان انرژیشون به انرژی شما نخوره و باعث پیشرفت شما نشن، برعکس باعث پسرفت شما میشن، این روی زندگی شما تاثیر بسزایی میذاره. دوستان خوبم، خیلی وقتا تنها بودن خیلی بهتر از این هستش که با افرادی معاشرت کنید. از فرط حالا بی‌حوصلگی یا تنهایی برید با کسانی معاشرت کنید که شما رو پایین بکشن. توی انتخاب انسان‌ها و افراد دور و برتون خیلی دقت کنید. شما الزاماً لازم نیستش که دوست صمیمی داشته باشید یا رفیق داشته باشید که همش باهاش معاشرت کنید. اگر اون آدم، اون یک ساعتی که شما قرار هست با اون فرد بری بیرون نهار بخوری یا بگردی، قرار نیست چیز مثبتی به شما اضافه بشه، صرفاً وقتتون به خدای نکرده غیبت کردن و حاشیه و دراما قراره بگذره، این دوست و این فرد برای شما مناسب نیست. اون یک ساعت شما بگیری بخوابی، بشین خودت یه ویدیویی ببینی، یه فیلمی ببینی، یه سریالی ببینی، خیلی بهتر هست تا با اون فرد معاشرت کنی. آدم‌های سمی و منفی رو بی تعارف از زندگی خودتون حذف کنید و قدرت نگفتن داشته باشید. نمیخوای به کسی معاشرت کنی، خوشت نمیاد ازش، حس مثبتی نمیگیری، نه نمیام بیرون، نمیخوام. الزاماً اون آدم نباید آدم بدی باشه، اون دوست آدم بدی باشه، نه، صرفاً چیز مثبتی به شما اضافه نمیکنه. وقت ما گرانبهاست، ما باید فقط وقتمون رو با افرادی بگذرونیم که یه چیز مثبتی به ما اضافه کنن. میتونه یه حال خوب باشه، میتونه یه نکته آموزشی باشه، میتونه صرفاً این باشه که من وقتی با این آدم یک ساعت میرم بیرون کلی انرژی خوب میگیرم. سال جدید فرصت خوبیه که به عملکرد دوستانی که اون سال داشتید یه نگاه بندازید، ببینید آیا کیفیت زندگیتون رو پایین آوردن یا بالا، و بر اون اساس تصمیم بگیرید که کدوم دوست رو با خودتون به سال جدید بیارید. نکته دوم، نکته کلیشه‌ای که همیشه میگن کتاب بخونید سال جدید، کتاب فلان، میگن کتاب بخون، راه حل نمیدن. من اینجام که راه حلش رو بهتون بگم. خیلی وقت خودم دوست داره کتاب بخونه ولی وقتشو نداره، انرژیشو نداره. بچه کتاب صوتی، من تو یک ماه 2 تا کتاب خوندم، اونم فقط با کتاب صوتی. این 2 تا کتابو اینجا براتون میذارم بچه‌ها، شوبنهاور و 4 اثر اسکاورشین. خیلی بچه ها این دوتا کتاب میتونه برای سال جدید به شما کمک کنه و یه سری تغییرات مثبتی رو میتونید برای خوندن این دوتا کتاب زندگیتون ایجاد کنید. لینک کتاب صوتیش هم میذارم بچه ها. من ورزش میکردم، آشپزی میکردم، تو راه دانشگاه بودم، این دوتا کتاب رو گوش میدادم و تموم شد. یعنی 10 ساعت بود این کتاب شوپنهاور ولی گوش دادم تموم شد. خیلی هم راحت، بیشتر هم اتفاقا لذت بردم ازش تا وقتی میخواستم حالا خود کتاب بخونم. پس سال جدید با کتاب صوتی
میتونی زندگی تو تغییر بدی. نکته سوم، شاید کمتری موضوع رو شنیده باشید، ولی تو سال جدید سعی کن برای خودت اگه صفحه لینکدین نداری لینکدین درست کن، یا اگه داری بیشتر توش فعالیت کن. چرا؟ چون ما میخوایم توی سال جدید فرصت‌های جدیدی برامون به وجود بیاد، فرصت‌های پیشرفت شغلی یا حالا هر چیز دیگه. و این فرصت‌ها از کجا میاد بچه‌ها؟ این فرصت‌ها فقط در صورتی میاد در خونه ما رو میزنه که ما خودمون رو یه جا نشون داده باشیم. توی اینستا، یوتیوب، اینا آره برادم، این سری فرصت ها به وجود میاد، ولی هر کسی امکانی نداره که بلاگر بشه. که امانت کنه همه در بلاگر شد، ولی لینکدین بستر خیلی خوبیه که ما خودمون اونجا معرفی کنیم، صفحه بزنیم برای خودمون، دستاوردهای علمیمون، کارهایی که کردیم و منتشر کنیم، تا فرصت ها به سمت ما بیان، ما رو پیدا کنن، دیده بشیم، یا خودمون فرصت های شغلی یا فرصت های تحصیلی جدید رو پیدا کنیم. در این راستا دوست دارم کتاب Show Your Work رو معرفی کنم خدمتتون، که میتونید یه سال جدید بخونید، که بهتون آموزش میده که چرا شما خودتو نشون بدی برای پیشرفت، باید خودتو به بهترین روش ممکن نشون بدی. و الانم که فضای مجازی رو داریم، چه بهتر از این که توی این فضا استعدادتون و تواناییاتون رو نشون بدی. نکته چهارم، بازم نکته کلیشه‌ایه، سرخیز باش تا کامروا باشی هست. واقعا آدمایی که پنجشنبه جمعه میخوابن تا ساعت 12 رو درک نمیکنن. واقعا شماهایی که تا ساعت 12 میخوابید خستگیتون در میره، خستگی اون هفته. من اینجوری نیستم، من آدم خیلی سرخیزم، بهتونم توی این ویدیو گفتم من ساعت 4 صبح پا میشدم. خواب مفید شما 11 شب تا 4 صبح، بقیهش اضافه است. حالا ما میخوایم 8 ساعتمون تکمیل بشه، 8 ساعت خوابمون که کیفیت زندگی بهتری داشته باشیم، بله قطعا باید بیشتر هم باشه. شما هر چقدر دیرتر صبح بیدار میشین، اصلا برکت روزتون میره، برکت از وقتتون میره، و اون نور، اون نشاط و شادابی که توی صبح زود وجود داره، یعنی 5 و 6 صبح وجود داره، هیچ وقت روز اون حس آرامش وجود نداره. و میتونم توی این ویدیو گفتم، به زبان انگلیسی هم هست، اگه بلدید برید گوش بدید، که اون تمرکزی که آدم بین ساعت 4 تا 6 صبح داره برای درس خوندن یا برای انجام دادن کاراشو، تو طول روز واقعا دیگه این انرژی رو نداره. پس برکت از روزتون میره، یعنی عملا روزتون رو بد شروع میکنید، چون نصفش رفته. خسته ای؟ ظهر بخواب، بعد نهار چرت بزن، شب زود بخواب. چرا با صبح دیر پا شدن میخوای جبران کنی مثلا خستگی یه هفته تو؟ خیلی من عصبی میشم میبینم یکی دیرتر از 9 صبح پا میشه اصلا. آره، نکته بعدی بریم. نکته بعدی خیلی ساده است، آب خوردن. سال جدید آب زیاد بخور. اینم از اون نکته هایی که همه جا میبینیم نوشتن، آب بخورید 8 لیوان آب، 8 لیوان، ولی رعایت نمیکنیم. فهم میبینیم و میخونیم و بهش اعتقاد داریم، ولی عمل نمیکنیم. چرا عمل نمیکنیم؟ واقعا من سواله. من از اونایی که چین اهمیت آب خوردن دارم. ببین این هر چینی رو ببینی یه فلاکس دستش تو خیابون. بعد آب عادی هم نه، آب گرم یا آب ولرم که توش یه چیزی هست، یه برگ چای، یه میوه، یه چیزی هست که آب مزه دار بشه. اصلا آب یخ نمیخوره. حالا اینم خواستید بعد از آب خوردن، آب ولرم یا گرم خوردن هم توی برنامه‌تون قرار بدید. یعنی میگم آب بخوای، نگی به یخ بریزی تو آب، به به چقدر خوب، چقدر مثلا لذت بخش. نه، میشه توش نعنا، آب لیمو یا مثلا هر میوه‌ای که حالا داشته باشم، خیار، اینا می‌ریزم که طعم‌دار باشه. اینم تو ویدیوی ماه رمضون بهتون گفتم، دائم کنار دستتون باشه. نکته بعدی بازم از اون نکته است که هممون می‌دونیم عمل نمی‌کنیم. چه خوبه که سال جدید هممون با هم دیگه ماها انجام بدیم. آقا محدود کردن تایم استفاده از موبایل، به خودم میگم، اولین نفرش خودمم. این همه ریلز تو اینستا دیدی، این همه پست دیدی، چی شد تهش؟ چی یاد گرفتی؟ خودمو دارم میگم، مهی خانم چی یاد گرفتی؟ من خودم بعدم فهمیدم که دلیل اینکه من مثلا اینستا انقدر میرفتم و اینو، میخواستم انگار از استرس درس فرار کنم. مثلا سر درس بودم، دوست داشتم زنگ تفریح بگیرم، اینستا که می اومدم انگار استرس درس و اون فشار کاری رو برای مثلا چند دقیقه فراموش میکردم. و بعدا متوجه شدم این روش خوبی برای تراپی نیست. شما اگه میخوای آرامش بگیری، اون حجم کاری و اینا رو فراموش کنی، میتونی چرت بزنی، میتونی مدیتیشن کنی، میتونی یه غذای سالم بخوری، استراحت کنی واقعا، یا حتی شده فیلم و سریال ببینی. باز فیلم و سریال میدونی خیلی بهتر از اینستا و تیک تاک. تیک تاک خیلی فضای چیزیه واقعا، اینه تسبیح شیطانه، هی اینجوری میزنی میری بالا، هی میخوای ببینی چه خبره بعدش. برای چشم بچه چقدر بده، برای اعصابتون، مخصوصا قبل خواب تو تاریکی خیلی از بچه ها
موبایل بازی میکنن. اینو من چند سال ترک کردم، یعنی تو تاریکی قبل خواب موبایل بازی نمیکنم یا بلافاصله بعد از اینکه بیدار شم موبایل بازی نمیکنم. اینم خیلی تو کیفیت زندگی من تاثیر داشت. اینم حتما بچه ها پیاده کنید. امسال عید نوروز مصادف شده با ماه مبارک رمضان، چه بهتر که ما این فرصت رو غنیمت بشماریم و ارتباطمون رو با خدا بهتر کنیم. میدونم الان فضای ایران یه جوری شده که مردم متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که افتاده ارتباطشون با دین و خدا اینا یکم ضعیف شده، ولی در نظر داشته باشید که راه رسیدن به خدا زیاده و شما میتونید به روش‌های مختلف ارتباط خودتون رو با خدا تقویت کنید، با خدا صحبت کنید. نکته بعدی توجه نکردن به حرف مردم، که اول ویدیو هم گفتم قدرت نگفتن، قدرت اینکه خودت باشی و برات مهم نباشه که دیگران درباره چه فکری میکنن. اینو من از 5 سال پیش شروع کردم، این عادت خوب تو خودم پرورش دادم و فکر کنم مشخص باشه از ویدیوهام، از عکسام، که نظر مردم چقدر برام مهمه، وگرنه این مدلی نبودم با این سبک و این استایل. کیفیت زندگیم خیلی بالاتر رفته از اون موقعی که نظر مردم برای مهم نیست. ببینید بچه، کسی که نظر مردم براش مهم باشه، ببینید آخرش چی میشه؟ آخرش منافق میشه. چرا؟ چون بر اساس طرف مقابل شخصیت خودش رو تغییر میده. با یه مذهبی مثلا میشینه یه دفعه مذهبی میشه، با یه مثلا حالا یه فردی کمتر مذهبی و مذهبی نیست میشینه یه دفعه مثلا غیر مذهبی میشه. بر اساس افراد شخصیت خودش رو تغییر میده، بعد این مدت منافق میشه و این منافق دستش رو میشه. یعنی شما میگی من یه جوری برخورد کنم که همه از من خوششون بیاد، در حالی که کسی که همه ازش خوشش میاد، این فرد نظر من خیلی آدم درستی نیست. چون شما هر کاری بکنی نمیتونی یه جوری باشی که همه ازت خوششون بیاد، چون سلایق مختلفه، مگر اینکه ریاکار باشی و دورو باشی و نمیدونم منافق باشی. پس خیلی هم چیز خوبی نیست. پس اگه 4 نفر ازتون بعدش میاد خیلی هم چیز بدی نیست، میدونید. هر لحظه زندگی بکنید بچه‌ها. من اینم یکی از عادت خوبی بود که در خودم ایجاد کردم جدیدن، به خاطر اینکه من مثلا تو دوران لیسانس که بودم همش فکر می‌کردم فوق لیسانس چیکار کنم، کجا اپلای کنم فلان. بعد الان من رسیدم اون فوق لیسانسی که همیشه بهش فکر می‌کردم دیگه. و الانم باز مثلا تا همین چند ماه پیش می‌دیدم که دکترا چیکار کنم، کجا برم فلان. بعد گفتم مهیا، تو الان داری آرزوی 2 سال پیش تو زندگی می‌کنی، الانشو لذت ببر. الانو لذت نمیبری به اینکه دکترو چیکار کنم داری فکر میکنی، یا اینکه فردا چیکار کنم. خب دکترم بری، باز طول دکترا نمیفهمی که بعد فارغ التحصیل کجا کار پیدا کنم چیکار کنم. بابا جان زندگی همین لحظه هاست. اینا رو هم ببین، همه جا شنیدی یا میدونم همه جا شنیدی زندگی همین لحظه هاست، لذت ببر ازش فعلا، ولی عمل نمیکنی. خودمو دارم 1000 بار این برنامه شنیدیم که آقا live the moment, enjoy the moment، از لحظه لذت ببر، در لحظه زندگی کن. خودمون آموزشش بدیم، حالا من خودم دارم آموزشش میدم به شما، ولی آیا خودم عمل میکنم بهش؟ خیلی کم. یادم میره بعضی وقتا که از لحظه لذت ببرم، در لحظه زندگی کنم. یادت باشه چیزی که الان هستی چیزی بودش که قبلا آرزوشو داشتی یا بهش فکر میکردی، و الان که بهش رسیدی اگه ازش لذت نبری چه فایده داره؟ اینجوری میخوام بترسونمت که تو هر چقدر به آینده فکر کنی و منتظر آینده باشی، انگار منتظر مرگتی. ببخشید دور از جونا، ولی همینه دیگه، همش منتظر تموم شدن یه چیزی ما رفتم به مرحله بعد. خب بیا آخر مرحله بعد، هی برو برو جلو، آخرش مرگ دیگه. ببخشید دیگه. پس کی از زندگی لذت برد؟ کی استفاده کردی؟ live the moment. من الانم لذت میبرم، الان خوشحالم بابت چیزی که دارم، شاکرم. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم شکرگزاریه. میخوام امسال واقعا بشینم بنویسم آقا خدایا شکرت بابت دست، بابت نفس. و اینا رو فهم مریض بشی میفهمی. من به نظر مریض شدن خیلی خوبه بچه، خیلی خوبه، به خاطر اینکه یاداوری میکنه بهمون که قدر سلامتی رو باید بدونی. من چند بار مریض، واقعا جدی مریض شدم، واقعا خدا رو شکر کردم بابت مریض دادم. خدا رو شکر که من مریض شدم و فهمیدم که سلامت بودن و سالم بودن چه نعمت بزرگیه. سلامتی عادیه دی، باید سالم باشم. مثلا وظیفه خداست که ما رو سالم نگه داره. همیشه همین سالم باشی یا دوست من، گل من.
همیشه قرار نیست اینجوری سالم و شاداب و جوان باشی. پس حالا که هستی از وقتت استفاده کن، لذتشو بر در لحظه زندگی کن. اینا رو دارم به خودم یادآوری میکنم مهیا، در لحظه زندگی کن، شکرگزار باش. این دو تا نکته با هم. نکته بعدی میخوام بهتون بگم تغییر رژیم غذاییه. دکتر نیستم که بگم چیکار کنید دقیقاً، ولی تلنگر خوبیه که بهتون یادآوری بشه. برای یه ماه، فقط برای یه ماه، مثلا روزه شکر بگیرید، روزه نمک بگیرید، یه چیزی رو که برای سلامتی تو مزره یه ماه نخورید، ببینید چی میشه. کلا ببینید تو خوردن چه چیزی دارید زیاده روی میکنید. من نمیگم رژیم سالم خوری بگیرید، اینا خیلی سخته. رژیم سالم خوری من انجام دادم نتونستم. رژیم یه چیز خاصی رو بگیرید دیگه، مثلا فقط نمک، فقط شکر، فقط فست فود، فقط مثلا نوشابه. اینجوری کم کم شروع کنید سبک زندگیتون رو عوض کنید. یه دفعه بخواید عوض کنید سبک زندگیتون رو، خیلی براتون سخت میشه. یه دفعه از هله هوله خوری برید فقط کلمبرو و سالاد بخورید، نمیشه. مراقبت از خود مهمترین چیز. بچه ما انقدر درگیر درس و زندگی کاریم یادمون میره به خودمون برسیم. من اون روز تو کتابخونه ماسک گذاشته بودم رو سالاد، حالا یکی ببینیم کی چیه، چون گفتم من تو داری خودتو یادت میره، انقدر داری درس میخونی یادت میره به ظاهرت برسی، به خودت، به سلامتیت. نذارید فشار زندگی باعث شه که خودتون رو فراموش کنید، چون بازم میگم جسمت و سلامتیت و بزرگترین داراییته و اگه این نباشه واقعا هر موفقیتی که داشته باشی، تحصیلی، علمی، کاری، اینا همه بیارزش میشن وقتی که سلامتی نباشه. برای اهدافتون یه تخته رویایی یا ویژن بورد، چیه به انگلیسی بهش میگن، از اونا درست کنید. این خیلی خوبه بچه‌ها، ولی من دیگه انجامش نمیدم. شما انجام بدید ببینید دوست دارید یا نه. داستان از این قراره که اهدافی که دارید رو تجسم کنید. مثلا هدفت اینه که بیای چین مثلا دانشگاه پکن درس بخونی، عکس دانشگاه پکن رو بزن مثلا رو دیوار اتاقت، یا یه ویژن بورد درست کنی، میتونی تو موبایلت درست کنی، یا مثلا توی اتاق بچسبی به در دیوار. یه عکس از زندگی آینده‌ت، مثلا چه خونه‌ای دوست داری زندگی کنی، عکس اون خونه رو از پینترست در بیار، دانشگاهی که دوست داری، یه روز از زندگی چجوریه، مثلا آشپزی میکنی، عکس خودت تو آشپزی، عکس توی مثلا اون رستورانی که دوست داری بری، دوست داری مثلا فلان کنفرانس رو شرکت کنی، فلان مقاله رو بدی، اینا رو همه رو عکساش از پینترست پیدا کن، بچسب اون جلو چشت باشه، هی بهت انگیزه میده اینو ببینی، خودت تو اون حالت تصور کنی، خیلی بهت انرژی و انگیزه میده. من این کارو کردم و جواب داد بچه. من خیلی از دستاوردهای حالا کوچیکی که داشتم تصورشون کرده بودم، خیلی چیزای دیگه بود که خودم توش تصور کردم و بهش نرسیدم، و چون بهش نرسیدم افسرده شدم. مثلا خودم تو مثلا فلان سن که فلان جایگاه تصور میکردم، انقدر تصورش کرده بودم که وقتی به واقعیت نپیوست افسردگی گرفتم، ناراحت شده بودم. خب پس این ویژن بورد رو ببینید جنبشو دارید یا نه، که تصور کنی و بهش نرسی جنبشو داری یا نه. اگه نداری انجامش نده، ولی اگه جنبشو داری و انجام بدی خیلی مؤثره. واقعا من بارها میگم به عینه دیدم که اتفاق افتاده برام آرزوهاش. نکته آخر که میخوام بهتون بگم این هستش که با خودتون تجدید بیعت بکنید در سال جدید. بشینید با خودتون صحبت کنید، بنویسید. به خدا نیم ساعت یه ساعت هم وقتتون رو نمیگیره این کار، ولی تأثیر بسیار زیادی داره. مدیتیشن کردن، با خودت خلوت کردن. من برام تو طبیعت این اتفاق خیلی افتاد. وقتی من خیلی دوستام تو طبیعت دراز بکشم، مثلا دوستام برم تو پارک کنار دریا یه جای سرسبز دراز بکشم، با خودم خلوت کنم، مدیتیشن کنم، با خدا ارتباط بگیرم، صحبت کنم با خودم، با خدای خودم، و این کار انجام بدی. واقعا وقتی ازتون نمیگه این همه داری وقت میذاری، خونه تمیز میکنی، لباس میخری، سبزه چیز میکنی، درست میکنی، نمیدونم سفره افسی میشینی، یک ساعت برای خودت وقت بذار. از نکاتی گفتم کلیشه‌ای بود، بدیهی بود، ولی ما حتی بدیهیات هم بعضی وقتا یادمون میره. امیدوارم که با اعمال کردن این 15 عادت خوب در زندگیتون سال خوبی رو برای خودتون رقم بزنید، و بهترین ها رو براتون از خداوند میخوام. اگر این ویدیو براتون مفید بوده خوشحال میشم با دوستانتون به اشتراک بذارید و به اونها هم در داشتن سال بهتر کمک کنید. و این پیج اینستاگرام و یوتیوب من هم هست که میتونید دنبال کنید تا با هم دیگه بیشتر در ارتباط باشیم. ممنون که تا اینجا ویدیو منو تحمل کردید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.